زراعت موتور محرک اقتصاد و عامل تأمین مایحتاج ساکنان افغانستان. زراعت در افغانستان با آنکه نسبت به سالیان گذشته رشد چشمگیری داشته است، اما این کشور امروز هم از جمله کشورهای محسوب می شود که در آن بیشتر کشاورزان از شیوه سنتی زراعت استفاده می کنند. یکی از راه‌های بدیل زراعت سنتی به زراعت مدرن آموزش نیروی کاری خوانده می شود، چیزی که دولت افغانستان نیز در این امر تلاش‌های اساسی را در سرتاسر کشور انجام داده است. نمونه ای از این تلاش ها را می توان وجود انستیتوت های زراعت در ولایت جنگ زده ای همچون فراه نام برد. مسئولان این انستیتوت از کیفیت درسی و ارائه خدمات در این نهاد این گونه روایت می کنند. خوشبختانه مدیریت صحیح وجود داره از سلسله مراتب معینیت، ریاست معارف، آمریت تکنیکی، تماما موضوعات عاشه و باطه ازنا از قبل در نظر گرفته می شد. در شروع سال اتاق هست، امکانات برق، از این برق شهری ما مستفید هستیم. تمام نیاشه ازنا، غذای ازنا به سه وقت طبخ میشه. اینجا نظر به معیارات استانداردی که از خود وزارت جلی معارف به ما لایه مشخص وجود داره. در این انستیتیود 140 تن مصروف فراگیری دانش آکادمیکی از زراعت هستند. با این حال دانشجویان این انستیتیود در فراه از امکانات فراهم شده در این نهاد علمی راضی به نظر میرسند و فعالیت همچون نهادهای آموزشی را برای بروز رسانی زراعت افغانستان مؤثر میدانند. زرم کل اساتید انستیتوت واقعا خیلی زحمتکش است و تمام اسپانتینای عالی مثال کابل، هرات و دیگه آمر ما، آمر محترم ما واقعا خیلی زحمت داره یه عرصه بر ما میکشه. واقعا یک لیلی خوبه، بهترین لیلی هم مثلا در فکر نکنه دیگه در ولایت فرام مثال انستیتوت زراعت ما درس بده. یعنی واقعا خود ما خیلی زی درس اساتید محترم خیلی واقعا خوشحال هستم و بهترین درس بر ما میدم. پس از تمام مسئولین و شاگردان خواهش می‌کنم که تاثیر خود بیشتر کنه و که افغانستان باثبات بالا بیاید. مجموعه تو که فرا ولایت که در دې فکر نه کوم چې بهتر ځای وسه هم د غذای په حساب هم د امکانات چې موږ لرو موږ دغه څخه کولای شو پر ګټه واخو. بل موږ استادان چې ډیر با تجربه او ډیر تکړه استادان دي امکانات چې موږ لرو موږ کولای شو دغه څخه ګټه واخو. هغه هم دی بالکل موږ په اختیار مسئولین هم ډیر خام مسئولین دي ګوره آره د یو بخش خو مثال دی ول سوالی د بل ول سوالی موږ د بل سره هیڅ مشکل هم نه لرو او ډول یو بل سره شبر خوردم لرو کله چې استادان هم سره دی ډیر نرم او ډیر ښه خو هم سره لرو ډیر شبر خوردم سره کوي. از ما یو ځینی وینا غو مسئولین او متلمین چې هغه چې تر کې تحصیل کړه هغه دا چې هغه باید راسې برت خپل درسونه شروع کړي او د دې پر ځای ټوفاک واخی د ټوفاک ورځ قلم پورته کړي. این انستیتیوت نمونه کوچکی از فعالیت های نهادهای آموزشی در بخش زراعت در غرب کشور است و همچنان می توان از فعالیت های چشم گیران انستیتیوت های زراعت هرات و بادغیس نام برد که دستاورد های بی‌نظیری را در طول سالیان گذشته داشتند.